شاید درباره مرده سوزی هندوها زیاد شنیده باشید. بله، اینجا مرده ها رو به این صورت جسد هاشون رو آتیش میزنن. اینجا جایی که نهایت یک تعجب برای ما ایرانی است. کار آقای گانی یکی از عجیبترین کارهای دنیاست. اینجا خونه هستش که مردمی که منتظر مرگشون هست اینجا زندگی میکنن تا لحظه مرگشون برسه. روزانه فقط یک ذره، یا اینجوری بگم چند قاشق، روزانه فقط چند قاشق برنج میخورن افرادی که اینجا منتظر مرگشون هست. بعد از این که اینجا فوت کرد، ایشون کارش اینه که مرده ها رو ببره اونجا و به آتیشش بکشه تا روح اونا برسه به برهم. پشت صحنه هم کلی شما چوب میبینید. اینا چوبایی هستش که قرار اجساد زیادی رو بسوزونه. روزانه 300 تا جسد در کنار رود گنگ اینجا سوزونده میشه. اینجا شما یه جسدی رو میبینید که در کنار رودخانه گنگ وجود داره و جالب اینو بدونین که این جسد اینجا چندین بار میره داخل این رودخانه گنگ، بیرون آورده میشه، اینجا منتظر خوش شدن میشه و بعد از نیم ساعت میبرنش داخل این مکان تا آتیشش بزنن. جالب این که اینجا چون زندگی طبقاتی دارن، اونایی که از سطح بالای طبقاتی برخورد دارن داخل این ساختمون سوزونده میشن در جایگاه بهتر، اونایی که نه آدم معمولی هستن اینجا سوزونده میشن. This is place who person die who person burning soul go directly nirvana no reborn no real carnation. منظور جانگیر اینه که کسایی که اینجا دیگه فوت میکنن ریکارنیشن نداره، یعنی دوباره متولد شدن نداره، دیگه مستقیم روحشون به نیروانا میپیونده. تو این قسمت شما کلی چوب رو مشاهده میکنید که شاید براتون جالب باشه. برای سوزوندن یک جسد حداقل 150 کیلو حداکثر 200 کیلو چوب نیازه. چوب انبه بهترین چوبی و گرونترین چوبی که برای افراد خاص انتخاب میشه. Gani, could you tell me about the holy man and children and women? When he's died, what happened? Five type of body we don't burn. Holy man, children, pregnant lady, leprosy, snake bite. We don't burn. We use a heavy stone, rock the body with boat on the middle. Body sink. Because their body already pure. این افرادی که اسپورت هولی منا، یعنی آدم های روحانی، آدم های برحمایی، بچه ها، خانوم ها، اینا اگه فوت کنن اینا رو اینجا نمی سوزنن، اینا رو می برن مستقیم داخل این رودخانه گنگ، وسطش سنگ می بندن به پاشون و اینجا رهاشون می کنن تا در کف این رودخانه اینا بمونن، چون اونا پیور و خالصن. Because of their pure. و این آتیشی که اینجا میبینی 3500 ساله روشن شده، روشن هست و هر کس که میمیره آتیش از اینجا برمیدارن و میبرن اونجا با اون آتیش میسوزننش. فضا اینجا خیلی سنگینه. اینجا هم آدم هایی رو میبینی که منتظر مردن هستن. و اینجا هم مکانی هستش که آدم های ثروتمند و پولدار و های کاستا اینجا سوزونده میشن. آه خدا، اوه، نفس کشیدن برام خیلی سخت شده. اینم بالکل ماجرا نیست. You
have a hard job, man. کار جاگی یکی از سخت در این کارهای دنیا بود و اون مسئول سوزوندن جسدها بود. روزانه بلکه یکی، دوتا، چهارتا یا شاید هر ساعتی یه دونه. و اون بدون این که تردیدی داشته باشه در این کار، کارشو دوست داشت به نحو احسن انجام بده. اینجا دوباره ما یه جسدی رو میبینیم که در حال رفتن به رودخانه گنگ و 6-7 جسد هم اینجا داره میبینیم. صورت میسوزونده میشه، انقدر میسوزن که دیگه اثری ازشون نمونه. شکل و قیافه من عجیب حالم گرفته است. هم قسمتی از کار ماست و فکر کنم این اولین باری که یک شخص به این صورت داره مستندسازی میکنه. سر داداشمونو داشته باشین. فینیش. نه balance for wood 200 kg. ترازویی که لعنت به یه سری چیزه. اینجا انگاری یه دنیای دیگه است، اصلا نمیشه داستان اینجا رو فهمید. به تخمشون هم نیست مثلا. بریم ببینیم اینجا کجاست. اینجا هم دوباره یه ترازو دیگه میبینیم، ترازویی که برای چوب ها استفاده میشه، چوب هایی که 150 کیلو باید باشه. این 150 کیلوه. نمایی از رود گنگ. امیدوارم در آخر از این ویدیوی پرماجرا درس گرفته باشیم، نه لذت گرفته باشیم. نمیدونم چی جوری. از ایشون هم تشکر میکنیم که نمیدونم تشکر کنم چیکارش کنم. اینو اینجا رو گم نشون داد. حالمون خیلی گرفت. اینجا هم این شخص منتظره که فوت کنه. چیکار کنه؟ ما گفتش که بهش 7-8 دلاری بده، ما هم دادیم. دنیای عجیبیه، دنیای عجیبیه. جانگی ببخشید حالم کلن بد شده بود. اگه روحیه حساسی دارین هیچ وقت به اینجور جا نیامین. یا این ویدیو رو نمیدونم دیدید یا نه، خیلی ویدیو حساسی بود. اینجوری بگم که من این همه جا رفته بودم، هیچ موقع رو مثل الان تحت تاثیر قرار نگرفته بودم. بخاطر اینکه عجیب بود و حالا همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم. یه هوای سنگینی داشت، نمیتونستم اونجا نفس بکشم. نمیدونم، دوست نداشتم این داستان رو، این کار رو. اینا هم داستان خاص خودش رو دارن. اون کثیفی، اون همه با هم در آمیخته شد و وقتی که از کنار جسد رد می‌شدی یه بوی عجیب سوختن گوشت قشنگ حس می‌کردی. با اینکه من دو تا ماسک هم زده بودم، یه عطری هم داخل ماسک زده بودم، ولی این خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. و نمیدونم واقعا چی بگم و این ویدیو رو چجوری میخوام تمومش کنم، ولی این ویدیو رو فقط توی یوتیوب من شیر کردم چون که ایرانی خیلی کمی توی یوتیوب هستن. بهتره که یه جایی باشه که دیده بشه ولی کم دیده بشه. اونایی که دوست دارم ببینن. یه روزی اگه هندوستان اومدید میارزه که بیایی وارناسی رو ببینین، چون درسی از زندگیه، درسی از نمیدونم درسی از چیه، ولی
یه چیزایی هستش این توی این سرزمین لعنتی، نمیشه گفت. پیام خاصی ندارم، امیدوارم که درس گرفته باشیم از این ویدیو. حالم خیلی بد بود ولی الان یه خورده بهتر شدم. اینجا وارانسی، اینجا هند، کشور تضادها، کشور رنگها، کشور خداها. این هم از یک نمای دیگه از اصلی ترین گات که در شهر وارانسی وجود داره. اینجا قشنگ به صورت کامل میتونید آتیش ها و جسد هایی که دارن میسوزن رو کاملا مشاهده بکنید. اینا جسد های مرده هستن که در حال سوختن هستن و روی این پله ها هم قشنگ شما یک نفر رو میبینید که یک جسد رو قصد دادن گذاشتن به نوبت که بذارن روی آتیش. هوا رو ببینیم فقط چه کثافتی توی هواست. ایشون هم راننده قایق ما آقای پابلو هستن که زحمت کشیدن $5 گرفتن و ما رو تا اینجا آوردن. بسیار مردم هند مردم زحمت کشی. بدون شک این ویدیو یکی از سخت‌ترین ویدیوهایی هستش که من تا الان ساختم. سخت‌ترین، پرچالش‌ترین و پررنج‌ترین بود برای من و این اولین محتوایی که یک ایرانی به این صورت از این مجموعه بشر ساخته. سابسکرایب کردن یادتون نره و لطفا نظرتون رو درباره این ویدیو برام بنویسید.